درود و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک بسته تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. رسانه های پاکستانی از حملات شدید نیروهای طالبان بر نظامیان این کشور و زخمی شدن شدید چندین تن آنان خبر دادند. همزمان با این آمریکا یک شهروند پاکستانی را به اتهام طراحی حمله تروریستی بازداشت کرده است. در همین حال انگلستان دستور داده است تا سفارت افغانستان در این کشور تعطیل گردد. از سوی هم طالبان از تداوی 14,000 معتاد خبر داده و افزودند که کشت مواد مخدر به صفر نزدیک شده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. حکومت بریتانیا دستور داده است که سفارت افغانستان در لندن تعطیل شود. وزارت خارجه بریتانیا در یک نامه رسمی این تصمیم را به زلمه رسول سفیر افغانستان در این کشور اطلاع داده است. امارت اسلامی طالبان پس از ماها تلاش برای وادار کردن سفارت افغانستان در لندن برای تعامل و همکاری با وزارت خارجه اعلان کرده که خدمات قنصلی این سفارت فاقد اعتبار است. به نظر می رسد که این اقدام طالبان بر تصمیم حکومت بریتانیا برای بستن سفارت مؤثر بوده است. وزارت خارجه بریتانیا گفته است که امور سفارت به نمایندگان طالبان واگذار نخواهد شد و فعلا سفارت تعطیل خواهد شد. این وزارت به کارمندان سفارت افغانستان 90 روز مهلت داده است تا خاک بریتانیا را ترک کنند یا در این کشور بمانند. از سوی هم رسانه های پاکستانی گزارش دادند که در نتیجه شلیک طالبان افغان به یک پاسگاه امنیتی در کرم ایجنسی 5 نفر از جمله یک افسر ارتش این کشور زخمی شدند. گفته می شود که این گلوله هاون از ولایت خوست شلیک شده است. بر اساس گزارش ها وضعیت 2 نفر از زخمی ها وخیم است. پس از این حمله از خاک افغانستان نیروهای پاکستانی نیز حملات تلافی جویانه انجام دادند. به گفته منابع از ولایت خوست، برخی از گلوله‌های شلیک شده توسط نیروهای پاکستان به خانه‌های مردم در خاک افغانستان اصابت کرده است، اما هنوز اطلاعات درباره تلفات احتمالی در دست نیست. همکنون اما منابع محلی در خوست میگویند درگیری میان نظامیان پاکستانی و جنگجویان طالبان در خوست پس از چندین ساعت متوقف شده است. به گفته منابع دلیل درگیری ایجاد پاسگاه های امنیتی از سوی طالبان در این منطقه بوده است. یک منبع از میان طالبان مدعی است که 4 شهروند افغانستان نیز در اثر درگیری زخم برداشتند. همزمان با این وزارت دادگستری آمریکا اعلان کرده که پلیس کانادا یک شهروند پاکستانی را به اتهام حمایت از داعش و طراحی حمله تروریستی به نیویورک بازداشت کرده است. این وزارت روز جمعه 6 سپتامبر گفته است که این شهروند پاکستانی محمد شهزب خان نام دارد و قصد داشت تا به یک مرکز یهودیان در بروکلین تیراندازی کند. دادستان کل ایالات متحده افزوده است که این جوان 20 ساله حمله ای را در حمایت از داعش برای تاریخ 7 اکتبر سالگرد جنگ غزه طراحی کرده بود. بر اساس گزارش ها در صورت اثبات جرم این شهروند پاکستانی ممکن است به 20 سال زندان محکوم شود. مولوی نور جلال جلالی سرپرست وزارت صحت عامه طالبان مدعی شده است که تاکنون 14,000 معتاد به مواد مخدر را تداوی کردند. آقای جلالی روز شنبه 17 سنبله در نشست کمیسیون عالی مبارزه علیه مواد مخدر و مسکرات
گفته است که نبود بودجه بسترخانه ها، قوای بشری و مراکز بزرگ صحی به سطح زونها کار را به طالبان مشکل کرده است. وی خواهان کمک با وزارت صحت عامه طالبان در این زمینه شده است. همزمان با این، مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس وزرای طالبان هم گفته است که به دنبال تسلط طالبان بر کشور، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان به صفر نزدیک شده است. همچنین مولوی سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله نیز مواد مخدر را تهدید برای بشریت خوانده است و میگوید که در عرصه مبارزه با آن با کمبود امکانات و تجهیزات مواجه هستند. آقای حقانی در این نشست مدعی شده است که طالبان در 3 سال گذشته با هماهنگی مشترک وزارت دفاع و سایر ارگانهای این گروه اقدامات جدی را علیه مواد مخدر انجام دادند. در همین حال طالبان روز گذشته 17 سنباله اعلان کرده که کمیسیون عالی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات آغاز به کار کرده است. مقام های ارشد طالبان در نشست این کمیسیون از کمبود امکانات و بودجه ابراز نگرانی کرده و خواستار حمایت فوری کشورهای جهان شدند. از سوی هم شماری از منابع میگویند که نیروهای امارت اسلامی روند بازرسی تلفن‌های همراه را در سراسر کشور راه اندازی میکنند و هدف آن دریافت موارد نشر شده ضد طالبان است. یک منبع در ولایت غور گفته است که افراد طالبان تلفن‌های همراه مردم در مسجد در ولایت غور پس از نماز شام بازرسی کردند. منابع همچنین میگویند که در ولایت‌های بامیان و دایکندی نیز تلفن‌های همراه مردم به ویژه جوانان بازرسی شده است. به تازگی مولوی ندا محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی گفته است که همکنون مقابله فکری آغاز شده است. وی افزوده است که تمامی مرتدان در تویتر جمع شده و به اسلام و عالمان اسلامی توهین میکنند. پیشار پردغ فکری مقابله شولی. در تویتر و فیسبوک تشت هستی مخوروار وی. در دنیا مرتدان طول پاقی که بزای پرزایید. در همین حال منابع محلی در قندهار میگویند که امارت اسلامی طالبان در این ولایت استفاده از تلفن‌های هوشمند توسط دانش آموزان و آموزگاران را در این ولایت ممنوع اعلان کردند. به گفته منابع این تصمیم از سوی ریاست معارف طالبان در قندهار اتخاذ شده است. به گفته منابع دانش آموزان و آموزگاران اجازه ندارند با تلفن‌های هوشمند وارد مکتب شوند. ریاست معارف طالبان در این ولایت استفاده تلفن توسط دانش آموزان را نامناسب خوانده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاسگزاریم. بینندگان عزیز، جهت آگاهی از تازه‌ترین و مهمترین خبرها و گزارش‌های افغانستان و جهان لطفاً ویدیو را لایک نموده و به کانال ما مراجعه نمایید. ما تلاش میکنیم تا مهمترین و تازه‌ترین رخدادهای افغانستان و جهان را به طور بی‌طرفانه و بدور از قضاوت و پیش‌داوری با شما در میان بگذاریم. تا برنامه‌های بعدی، الله نگهدار.